خوزستان لب خشک ایران نشو، خوزستان فراموش و ویران، خوزستان توی مهد شیران بمان، خوزستان خوزستان لب خشک ایران نشو، خوزستان فراموش و ویران، به پا خوزستان توی مهد شیران بمان، خوزستان. گردهمایی جهانی مقاومت ایران به نام ایران آزاد 2021، بزرگترین اجلاس آنلاینی در جهان، روز شنبه، یک شنبه و دوشنبه 10، 11 و 12 ژوئیه در 50,000 نقطه از 105 کشور جهان به طور زنده در تماس با مقر مجاهدین در آلبانی و با حضور 1,000 عضو کانونهای شورشی در داخل کشور برگزار شد. این گردهمایی خیره کننده اما چه دستاوردی داشت و از چه اهمیتی برخوردار است و حضور مایک پوم و نخست وزیر کنونی اسلوانی در این اجلاس چه پیامی برای آخوندها داشت؟ این هفته با خانم سهیلا دشتی، آموزگار و نویسنده هستم. سلام خانم دشتی و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. سلام به شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم خانم غفاری. خواهش میکنم خانم دشتی، بحث امروز ما درباره گردهمایی 3 روزه و جهانی مقاومت ایران هست که مثل همیشه با موفقیت برگزار شد، ولی بذارید از همین نکته شروع کنم سوالاتم رو که چرا این گردهمایی 3 روزه بود؟ والا من از برنامه ریزی قبلش اطلاع نداشتم، ولی فکر میکنم پارسال هم همین 3 روز بود، ولی به این گستردگی نبود، به خاطر اینی که تعداد سخنران ها و تعداد شخصیت هایی که توی این برنامه شرکت کردن امسال خیلی خیلی گسترده تر از پارسال بود و 1029 اگر رقمش رو دقیق بگم مهمون و شخصیتی داشتن که از نماینده های مجلس یا نخست وزیرای سابق و حتی نخست وزیر کنونی، نمایندگان مجلس سنای آمریکا و سنای ایتالیا شرکت داشتن، نمایندگانی که الان توی مجالس مختلف دارن کار میکنن. و خب به همین علت چیزی که توی این گردهمایی مشخص بود تقسیم این 3 روز بود، اگر که آدم بخواد بیشتر روش توجه کنه، که روز اول بیشتر راجع به سیاست‌های رژیم بود و دستاوردهایی که به اصطلاح کاری که با سخنرانی خانم رجوی برای آینده ایران بود. روز دوم از کشورهای مسلمان بیشتر مهمان داشتن و کشورهای عربی، و بیشتر فکر می‌کنم ثقل برنامه روی کشورهای مسلمان بود در منطقه. و روز سوم بیشتر مهمونایی که بودن از استرالیا و کشورهای مختلف و نماینده‌هایی از خود جوامع ایرانی و شخصیت‌های سخنرانی کردن. نکته برجسته‌ای که توی روز سوم به نظر من خیلی جالب بود که روز اولم داشت، تعداد کسانی بودن که از ایران از کانون‌های شورشی پیام دادن و سخنرانی کوتاهی داشتن، البته که به عنوان نماینده 1,000 کانون شورشی که این 1,000 نفر شرکت داشتن توی این برنامه، بله، به هر حال سخنرانی کوتاهی داشتن. این خلاصه این 3 روز است. دستاوردهایی که داشت به نظر من مهمترین چیزی که میشه روش انگشت گذاشت، یک اتفاق به هر حال جهانی بین المللی از سوی شخصیت ها برای اعلام عدم مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و به خصوص این رئیسی به عنوان کسی که الان به عنوان رئیس جمهور از طرف خامنه ای انتخاب شده، یا بهتری بگیم که انتصاب شده، و توی این چند روز بحث سر این بود که وظایف جامعه جهانی در مقابل این انتصاب چی هست. به طور خلاصه اگه بخوام بگم این بود. و به نظر من موقعی که به خصوص نماینده های مردم از کشورهای مختلف دنیا، از اردن، از موریتانی، از مصر، از حتی فلسطین، افغانستان میان صحبت میکنن، و بیشتر من تکیه‌ام روی کشورهای اسلامی هست، نه بگم نماینده های آمریکا و اینا، اونا جای خودشون رو دارن، که ضربه خوردن از رژیم جمهوری اسلامی مستقیما به خاطر بنیادگرایی و ارتجاع اسلامی رو که داره توی این مناطق رشد میده. این به نظر من یک قدم بسیار بزرگی بود که حتی نه تنها کشورهای غربی نماینده هاشون که اونجا بودن، بلکه کشورهای اسلامی هم
انزجار خودشون رو نشون دادن و اینکه خواست مریم رجوی برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک در ایران و مهمتر از همه استقلال کشورهای دیگه که از یوغ جمهوری اسلامی بیرون بیاد این مورد نظر قرار داده شد. حتی موافقین با من که قدرت نمایی هم بود از طرف مقاومت و اینکه نمایش آلترناتیو حکومت آخوندها رو در واقع نشون میداد. موافقین با من؟ من موافق هستم به شکل و لغت قدرت نمایی شاید توی ذهن من یک نماشو منظورم میگم اون قدرت مقاومت رو نشون میده چون این قدرت ریشه داره در هم مردم و هم خواسته کشورهایی که هستن. مردم منظورم ایرانی ها هستن. شما اگر که به گستردگی این گرد همایی توجه کنیم 50,000 نقطه، این 50,000 نقطه رو که میگیم این 50,000 نقطه هستش که شرکت به اصطلاح که قرارداد بسته برای پخش این برنامه از طریق زوم اونا رو اعلام میکنه. 50,000 نقطه، حالا بگوی یک نقطش آلمانی که 1,000 نفر توی جلسه شرکت داشتن توی تظاهراتشون یا کشمن بعضی از کشورهای اروپایی. در نتیجه محبوبیت و استقبال مردم رو از مقاومتی که خواست مردم ایران رو نمایندگی میکنه به عنوان تغییر عمیق و گسترده و در یک کلام سرنگونی میبینیم. بله این قدرت رو به رژیم نشون میده به خاطری که بلافاصله خب رژیم که بارها و بارها گفته، خود خامنه ای گفته سر اینکه یک کشور کوچک اروپایی که مردم خبیثی داره، واقعا وقاحت خامنه ای به اینا جا دادن که نمیدونم چی از این حرفا. ولی خب از این فراتر درست بعد از اینی که حضور شاید نمایندگان مجالس کشورهای مختلف برای اینا شاید یکم قابل قبول بود چون که این اتفاق می افتاد، ولی حضور نخست وزیر کشور اسلوونی بسیار مورد توجه قرار گرفت به این علت که اسلوونی عضو اتحادیه اروپا است و همین الان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا هر 6 ماه یک بار یک کشور عضو مسئولیت اتحادیه رو داره و میشه گفت که نخست وزیر اسلوونی شاید به عنوان نماینده اتحادیه اروپا هم میاد سخنرانی میکنه، چون این اتفاقی که میفته یک اتفاق ساده نیست که کسی که توی اتحادیه اروپا فکر میکنم 46 کشور رو نمایندگی بکنه، یا من عددش رو مطمئن نیستم، بازم باید بیشتر دقت کنم، ولی به هر حال این مسئله روی رژیم بسیار تاثیر داره که سفیر اسلوونی رو خواست و وزارت امور خارجه خواست و سخنگوی وزارت امور خارجه بلا فاصله حرفای بی خودی زد، بازم دوباره همون حرفایی که در واقع شخصیت خودشونه چون اصلا حرفا سیاسی نیستن که اینا با زدیت و نفرت و کینه و نمیدونم خودشونو به مردم ایران نشون دادن. ولی در مجموع موقعی که میبینی رژیم این واکنشون نشون داده متوجه میشی که این ضربه به جای درستی خورده. ما بحث یک دولت آینده رو ما نمیخوایم معرفی کنیم که مثلا بگیم این چیزه، این دولت آینده نیست، یک انقلابی هست که تو ایران در حال جریانه و قبل از همه سرنگونی رو میخواد. این رو جا انداختن برای جامعه بین المللی و برای مردم ایران خیلی مهمه و مهمتر از اون به نظر من اینه که مشروعیت مبارزه برای سرنگونی رو مهر میزنه که این مردم و این مقاومت خواستشون برای سرنگونی برحق هست. یعنی این دوتا مختصاتی که نگاه بکنین در کنار همدیگه یک دستاورد بسیار بزرگی داره که مردم ایران با توجه به تحریم گسترده انتخابات خامنه ای، من به جرات میتونم بگم انتخابات خامنه ای دیگه حتی ریاست جمهوری هم نیست، نه بزرگ خودشون رو قبل از اینی که به انتخابات بگن به خامنه ای گفتن. اشاره کردید به حضور نخست وزیر اسلوونی خانم دشتی، چون معمولا گرد همایی مقاومت افراد و شخصیت هایی که تو شرکت میکنن در دولت فعلی نیستن، در دولت همون زمان خودشون نبودن، نخست وزیر سابق، نماینده سابق، نمیدونم هر چیز سابق بوده، ولی این حضور نخست وزیر اسلوونی که نخست وزیر فعلی این کشور هست فکر میکنین چه پیامی داره هم برای رژیم و هم برای کشورهای دیگه؟
من خدمتتون عرض کردم که سلووانی یک کشور کوچیکی هست از مثلا کشورهای یوگسلاوی سابق، ولی عضو اتحادیه اروپا هست. میتونم بگم یکی از پیشرفته ترین کشورهای بالکان هست. سلووانی هست، کرواسیان هست و کرواسی، و هر دو کشور جزء اتحادیه اروپا هستند، ولی مثلا سربیان جزء اتحادیه اروپا هنوز نیست، یعنی کشور بالکان. آلبانی هنوز نیست، هنوز بعضی از این کشورها عضو اتحادیه اروپا نیستند. اتحادیه اروپا در مقابل ایران یک سیاست به اصطلاح عمومی رو داره. کشور سلووانی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو داره. قبلا که مثلا با وزرای امور خارجه در مورد ایران صحبت می‌کردن، همه به سیاست مشترکی که اتحادیه اروپا در قبال رژیم ایران داده ارجاع می‌دادن، که مثلا اگر که ما با وزیر امور خارجه کشور سوئدی که من دوست داشتم تماس می‌گرفتیم، میگم ما بیانیه اون رو مثلا توی اتحادیه اروپا دادیم در این مورد و در مورد دیگه بحث حقوق بشر و اینا، یا اینکه یک چیزی ببرن. موقعی که میبینید رئیس اتحادیه یا رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا در این مقطع میاد توی این برنامه‌ای که مشخصاً ببینید اسم داره، امضا داره، یعنی اسم داره، چهره داره، مریم رجبی، امضا داره، شورای ملی مقاومت، همه اینا، یعنی هر کسی که میاد میدونه کجا میاد. خب توی این برنامه شرکت میکنه، چی رو نشون میده؟ یک موضوع گیری در مقابل رژیم ایران. یک اونه که این انتخاباتی که تو اینجا بوده، این انتخاباتی نیستش که مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار بگیره. دوم اینه که به هر حال مردم ایران حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارن. روی شیوه های مبارزه برای سرنگونی میشه صحبت کرد، ولی در مجموع حضور یک، شما گفتین نماینده، نماینده های مجلس تقریبا تمام نماینده هایی که بودن نماینده های کنونی بودن، ولی مقامات سیاسی مثلا نخست وزیر یا وزیر سابق بودن، مثلا نخست وزیر سابق کانادا، نخست وزیر سابق، فکر کنم 19 تا نخست وزیر سابق بودن. مهمتر از همه شاید تو این چهره ها حضور مایک پومپئو بود. سال بعد این بوده. به هر حال تو همه اینا که میبینین که این رژیم به جامعه جهانی تعلق نداره. خلاصه اینه. آیا اینا تأثیری میتونن داشته باشن؟ مثلا الان مذاکرات وین برقرار هست، این شخصیت هایی که حضور پیدا کردن تو این گرده همایی، آیا میتونن تغییراتی به وجود بیارن یا نفوذی داشته باشن روی تصمیماتی که اونجا گرفته میشه؟ ببینین، در کشورهای اروپایی و آمریکا نفوذ رأی مردمه. نفوذ مجالس کشورها هست که از طریق رأی مردم توی مجلسشون بیرون میاد. بایدن برای نمونه، چون آمریکا طرف حساب اصلی مذاکرات اتمیه، بایدن اعلام کرده که من به هیچ عنوان حاضر به قبول یک ایران اتمی نیستم. تمامی گزارشاتی که از روند مذاکرات اتمی بیرون میاد اینه که موفقیت آمیز نبوده و تا الان به هیچ دستاوردی نرسیدن. نمایندگان مجلسی که حضور داشتن توی چه سنا و چه کنگره آمریکا اعلام کردن که وایسادن و حاضر نیستن که منافع آمریکا، قبل از همه منافع آمریکا، به خطر بیفته، چون اعتقاد دارن با یک ایران اتمی منافع آمریکا به خطر میفته. یعنی اونا هم بر اساس منافع خودشون وارد این قضیه میشن، نه به خاطر مقاومت ایران. میدونی که مقاومت ایران حرفی میزنه که منافع یک ایران غیر اتمی که توی برنامه های شورای ملی مقاومت هست و به صلح جهانی کمک میکنه، به امنیت جهانی کمک میکنه و به منافع آمریکا کمک میکنه، برای این میاد، همشون برای این میان. چقدر تأثیر دارن؟ نماینده های مجلسشون تصمیم چقدر میتونن بگیرن. بعضی از اینا سیاست مدار هستن، مثل نماینده های مجلس که دارن کار میکنن به عنوان سیاست مدار. یه عده سیاست مدار نیستن، سیاست گذار هستن، یعنی تعیین خط میکنه. مثلا کسانی هستن توی احزاب مختلف اروپایی که توی مجلس نیستن، ولی خط حزب رو تعیین میکنن. مثلا الان حزب جمهوری خواه آمریکا با این حضور پومپو که یکی از مشخص ترین چهره های حزب جمهوری خواه است، نشون داد که خطوط حزب جمهوری خواه آمریکا بر یک ایران اتمی میچرخه، غیر اتمی میچرخه، غیر اتمی، و باید مقابلش وایستاد و باید در طرف مردم بود.
نه تنها غیر اتمی، یک حکومت جمهوری هم بله خواهان حکومت جمهوری جمهوری غیر هستند. اتمی، بله جمهوری غیر اتمی که البته ببخشید من حتما اینو که توی بیانیه اکثریت نماینده های مجلس آمریکا این مسئله یادآوری شد که 242 نفر فکر میکنم، بازم من روی اعداد منو ببخشید اگر که بشه بله منم سوزه ندارم سر تعداد. بله ولی روی این مسئله باید خیلی توجه کرد که جمهوری و یک ایران غیر اتمی که بتونه امنیت و صلح جهانی رو تامین کنه. مسئله ای که رژیم الان درگیرش هست اگر که آدم بخواد نگاه بکنه فقط مسئله اتمی نیست، حضور رژیم توی کشورهای منطقه عراق، افغانستان الان داریم میبینیم، سوریه، یمن، لبنان و فلسطین، تمام اینا به یک خاورمیانه رو به بوده، قبلا فقط مثلا اسرائیل و فلسطین بودن که منبع تنش بودن، الان تمام خاورمیانه به یک منبع تنشی تبدیل شدن به خاطر امورقرایی که خمینی بنیانگذارش بود و خامنه ای پیشبرنده خطش بوده و خب این خیلی وحشتناکه. اینقدر در مقابل رژیم سکوت کرد جامعه بین المللی تا به حال، به جرات میتونیم بگیم که خامنه ای برای اینکه سر قدرت بمونه میاد مثلا جلاد رو رئیس جمهور میکنه. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم در ایران انتخابات وجود نداره، در همیشه انتصابات بوده. این دعوای اصلاح طلب و اصولگرا هم که خب هممون میدونیم همه اینا اگر که سابقه شون رو بخواید نگاه کنید همشون اگر که عمامه و عبا نداشته باشن همشون سابقه شون پاسداریه، همشون توی این 40 سال پاسدار بودن شروع کردن و اونایی هم که آخوند بودن بازم به یه نوعی پاسدار بودن، مثل خود روحانی که توی دستگاه امنیتی بوده و همه اینا با هم که نگاه کن از لیلاز بگیر پاسدار بوده، از نمیدونم قالیبافش بگیر پاسدار بوده، موسوی خوئینی ها که الان نیستش دیگه توی دمان، تمام این اصلاح طلبا همشون سابقه پاسداری داشتن. خب یه رولی بهشون داده بودن که یه مدت این کارو بکنن، مثلا یه فضای ایجاد بکنن برای جامعه بین المللی، چون رئیس جمهور ایران مثلا رئیس جمهور جمهوری اسلامی رئیس جمهوری آینه برای خارج از کشور بود که خب به تحولات ایران مشخص‌تر از همه تحولات ایران دیگه به خامنه ای این اجازه رو نمیده که این بازی رو ادامه بده، به خاطر که اگه این بازی رو ادامه بده فکر میکنه با آوردن چیز دندون دیو به مردم نشون میده، با آوردن رئیس و اجهی مردم میترسن میشینن کنار، ولی در واقعیت خب این فرصت خیلی خوبی، راه حل دیگه ای نداره. اگر که بخواد قبول کنه قرارداد اتمی رو مثلا یک چیزشو باید قبول کنه، همینجور باید عقب بره، یعنی باید FATF رو قبول کنه، باید سلاحهای استراتژیک رو قبول کنه، باید عقب نشینی از افغانستان و پاک نمیدونم اینا رو هم قبول کنه. میدونه که الان حالا این که میگن که نه ما حاضر به هستیم، الان تا اونجا که امکان داره رژیم میخواد وقت بخره دوباره، حالا اون موقع ظریف رو داشت الان ظریف رو نداره، با نداشتن ظریف میخواد چه کار کنه واقعا. اینا هم یه مدتی چیز باید مثلا میگن خلیلی موقعی که توی مذاکرات اتمی شرکت میکرد اول قرآن میخوند، بعد وسط چیز سخنرانی من برم نمازم رو بخونم، نمیدونم حالا قرآن خوندن و نمیدونم نور بپاشونم به چهره کافران و فلان ایناش بماند. ولی الان تا اون موقع با پول نفتی که بود و درآمدایی که بود رژیم میتونست خب یک مانورایی بده. یه سوال خیلی ساده آدم باید همیشه تو ذهنش، به نظر من برای که بحث سخت و ساده کنی خیلی ساده، یه سوال ساده توی ذهن آدم، آیا این کار این عمل روند سرنگونی رو کند میکنه یا تند میکنه برای هر اتفاقی که میفته در ارتباط با ایران؟ اگر به این سوال آدم به خیلی راحت جواب بده، آیا گفتگوهای اتمی روند سرنگونی رو کند میکنه یا تند میکنه، حالا فکر کنیم مثلا تمام این امتیازها رو هم بدن به رژیم، وقایعی که توی امتیاز که فقط میتونن یه مقدار پول بهش بدن، چیز دیگه نمیدونن که اون پول هم به خاطر اینکه عضو FATF نشده نمیتونن بدن، درست. آیا مشکلاتی که در ایران هست رو میتونه پاسخگو باشه؟ چون نهایت این تمام این حمایت ها حمایته،
تعیین سرنوشت مردم ایران نیست. یعنی مشروعیت به مبارزه رو قبول کنید. کار رو باید کی کرد؟ سرنگونی رو که انجام میده. حرف رو تو کف خیابون باید زد. درسته. توی این مسئله موقع که اینجوری فکر بکنیم، حالا هر اتفاقی که میفته، آقای مایک پومپئو میاد سخنرانی میکنه، این به سرنگونی کمک میکنه یا نمیکنه؟ میکنه دیگه، مسلما میکنه. شما اشاره کردید به حضور اعضای کانون شورشی، هزار کانون های شورشی در ایران، که من خودم یکم سورپرایز شدم. در حقیقت میدونستم البته که کانون های شورشی در ایران وجود دارن، فعالیت میکنن، اخبارش رو از طریق همین رادیو هم هر هفته منعکس میکنم، ولی اینکه بیان و اونجا مستقیما صحبت کنن و حضور داشته باشن، به نظرم خیلی پیام خیلی تند و تیزی بود به هم به آخوندها و هم به مماشاتگران و هم به ایرانیانی که فکر میکنن این حکومت میتونه به کارش ادامه بده و سر قدرت بمونه همینطور. نه درست میگین. ببینین، من اینو یک درخشش استقلال میبینم. اینجوری نگاه کنیم، در ضمنی که مثلا تصور اینی که آقای پومپئو مثلا شرکت میکنه، بعضیا که منتظرن یک کسی براشون کاری بکنه که تعیین سرنوشت ما بشه، میگم درخشش استقلال، استقلال سیاسی. میگه حرف منو کی میزنه؟ این کانونای شورشی میزنن ها. من منتظر این نیستم که کسی بیاد ما رو نجات بده، ما رو نجات بده. اینا، این درخشش من میگم. یعنی کسانی که واقعا تصور اینی که هر انسان، من نمیگم عادل، اصلا نه، هر کسی که یک ذره تصورشو بکنه که توی ایران باشه، بخواد از چه چیزایی بگذره که مقابل دوربین بشینه و حاضر حاضر خودشو بگه. نه واقعا صحنه خیلی هیجان انگیز بود. به خاطر همین میگم استقلال سیاسی رو توی این نشون میده. میگه بله، شما همه اومدین، هزار تا مهمون برجسته با 50,000 نقطه، همه اینا اونی که حرف کانون شورشی رو گوش بده. اینه. یعنی چی؟ یعنی من تو کف خیابون حرفام رو اونجا میزنم. حالا اتفاقا یه سرودی هم داشتم، یه آهنگ هم داشتم به اسم کف خیابون، توی این برنامه پخش شد. ولی میخوام بگم که این شرایطی رو که آدم میبینه، که این شرایطی که ما توی ایران میبینیم، آیا این شرایط انقلابی هست؟ آیا این شرایط انفجاری هست؟ ببین مثلا قبل از این دوران با حضور نکبتبار اصلاح طلبا بر سیاست ایران، دعوا سر این بود که آیا جمهوری اسلامی اصلا منافع مردم ایران رو میتونه تامین کنه یا نمیتونه تامین کنه، که خب اصلاح طلبا میگفتن میکنه، حالا اینجوریه، ما میخوایم اصلاح بکنیم، اینو اینجوریه، که 28 سال به راحتی یا به بهای بدبختی مردم این رو ترویج دادن. حالا بحث اینه، یعنی سوال ساده تر میشه، چون دیگه با انتخابات و عدم شرکت مردم توی انتخابات، یعنی ضربه در قرمز روی کلیت جمهوری اسلامی و نه بزرگ به خامنه ای. موقعی که نه بزرگ به خامنه ای میگی، یعنی در مقابلش چی رو میخوای؟ براندازی رو میخوای، سرنگونی رو میخوای. حالا به عنوان کسی که این خطو داره پیش میبره، کی حرفتو میزنه؟ کانونای شورش حرفتو میزنن. به خاطر همین میگم اینا یک زنجیره در هم تنیده که به دنیا داره میگه که بابا این حالا در تمامی این روزا یک واکنش های یک گروهی از اصلاح طلبا یا یه عده به اصطلاح از مخالفا هم دیدنی بود که روی چیز میرسن که آقا پول، اول میگن آمریکا پولشون رو میده، بعد از عربستان پول میگیرن، نه اینا به آمریکا پول میدن، همه اینا سخنرانا پول گرفتن اومدن، حالا این پول رو کی میده کی میگیره من نمیدونم. ولی خب قبلا میگفتن که ببینین با این 50,000 نقطه، فقط یکی دو نکته رو من بگم، 50,000 نقطه قبلا میگفتن اینا پول میدن به خارج از نمیدونم چی، با اتوبوس میارنشون به عشق دیدن فلان، اینا همه خارجی هستن، میگفتن همه خارجی هستن. حالا دیگه این داستانا رو شما نمیتونی بگی که میگی 50,000 نقطه، آره خیلی هاشون هم ممکنه خارجی باشن. مثلا من توی سوی چند تا نماینده مجلس سابق رو میشناسم که خودشون رو فیسبوکاشون نوشته بودن ما داریم شرکت میکنیم و داریم برنامه رو دنبال میکنیم. ولی منظورم اینه که شما دیگه با این کوچک نمایی های یک کار بزرگ، عدم جدیت خودتون رو برای مبارزه نشون میدی. این داستان به اصطلاح گرده همایی اینقدر بزرگ بوده که شما، یعنی
کسی که میخواد نفیش بکنه در بهترین حالتش حسادت خودش رو نشون میده. در بهترین حالت میگم که اگر رژیمی نباشه، اگر حد و حدودها رو نزنه، در بهترین حالتش یک، عدم جدیت خودش رو برای مبارزه با رژیم نشون میده. دو، میگه خیلی خوشبین باشی، ساده باشی، طرف رو خیلی خیلی چیز کنه، میگه باره احساسات انسانی داره، حسوده. ولی واقعیت قضیه اینو دیگه نمیشه انکار کرد، نمیشه کتمان کرد که توی این چند روز پیام سرنگونی، پیام عدم مشروعیت رژیم رو به دنیا رسوند و ادامه این رو که باید، خب به هر حال این ادامه باید داشته باشه. یک سخنرانی داشت یکی از این شرکت کنندگان آمریکایی، به نظر من سفارش میکنم همه دوستان که دسترسی دارن به سایت مجاهد یا سایت همبستگی یا بقیه سایت ها، سفیر بلومفیلد هست که سخنرانی بسیار جالبی داشت، کتابای زیادی نوشته. گفتش که ایالات متحده باید رژیم ایران رو به خاطر مداخلاتش توی منطقه تو خاورمیانه مورد اعتراض قرار بده. این کاری هست که خب باید بکنه، ولی آمریکا میخواد چه نقشی رو داشته باشه؟ الان میخواد نقش دوران مصدق رو داشته باشه، یک لکه ننگیه بر سیاست آمریکا که 60 سال پیش همچین اتفاق 60 سال پیش همچین اتفاقی رو افتاد. ما نمیتونیم چشم بر هم بذاریم بر واقعیتی که توی ایران هست. یک کودتای دیگه بر علیه مردم ایران نباید تکرار بشه. بحثی که میشه توی خود آمریکا یا توی جریاناتی که داخل آمریکا هستن، چون به هر حال آزادی در اون کشورها وجود داره، تقریبا گوش شنوایی هم برای این حرفا هست، چون زمینه این رو میبینن، چون میبینن آقا رژیم در تمامی این مدت سر هر قولی که داد زیر پا گذاشت. برای نمونه همه میدونن که حوثی‌های یمن از طرف رژیم ایران تامین میشن، هم تامین مالی، هم تامین نظامی، بله، هم تامین ایدئولوژیک. در قسمت هایی که حوثی‌های یمن هستن خب وضع زندگی بهتره، در اینا رو هم به شیعه و سنی قسمت کردن، واقعا خیلی دردناکه. در قسمت هایی که سنی ها زندگی میکنن، امنیت اگر دست حوثی ها باشه، غذا رو نمیذارن به سنی ها برسه، که اصلا یک فاجعه قحطی و گرسنگی و مرگومی در جریان. حالا اون وضعیتش بماند. کشورهای اروپایی و کشور سوئد پیشنهاد دادن که این بحث مال 2 سال پیش 2-3 سال پیش، بله، ظریف هم اومد اینجا اون موقع در هیئت امور خارجه که یک گفتگوی داشته باشن با حوثی ها که بتونن حداقل غذا به این مردم برسه. ظریف تو این سخنرانی ها قول داد، یعنی تو ملاقات ها قول داد که میره حداقل سر مسئله غذا، حالا آتش بس دوره‌ای و فلان اینا انجام میده. خانم وزیر امور خارجه سوئد مارگوت والستروم از سوئد بلند شد رفت، توی هواپیما باش مصاحبه میکرد خبرنگار سوئدی. حتی نگفت به کدوم کشورا میره، گفت داره میره خاورمیانه که این مسئله حل بشه. خانم مارگوت والستروم برگشت، نه آتش بس اعلام شد، نه غذاها رو دادن، و چون دید اصلا تمام این داستان ها چیزه، استفاده داد، دیگه نمیتونم کار کنم. یعنی نمیتونه که حجم دروغ اینقدر زیاده که یه دوره‌ای برای خودش بخره. چون ظریف واقعا چهره بود که به هر حال رژیم خیلی ازش استفاده کرد. بله، شما توی بقیه جاها رو هم نگاه کنین، توی همین قرارداد اتمی خود چیز میگه ما بهشون دروغ میگفتیم، روحانی خودش میگفت، بله، خودش میگفت بهشون دروغ میگفتیم. حالا به دروغایی که به مردم میگن میگی که در جا به چی تو اعتماد کنیم؟ به کدوم حرفت اعتماد کنیم؟ آمریکا میگه آقا، حالا اون جنایی که تو آمریکا هستن حتما حتما کسانی هستن که دوست دارن که رژیم سر کار باشه. اصلا اینجوری نیست که آدم بگه نه همه آمریکایی‌ها آرزو دارن که اینجوری بره. نه، اصلا من فکر نمی‌کنم اینجوری باشه. حتما همونایی هستن که یه جوری دارن دوباره میگن مثل نصر، همین نایاکی‌ها الان بهترین فرصته که با رئیسی قرارداد اتمی رو ببندیم. چرا؟ دارن رئیسی رو با آب تو به طهارت می‌شورن. خب اینا به هر حال نماینده یه گروهی هستن، نماینده یه مردم ایران که نیستن، حالا خودشون رو جا میزنن. به هر حال توی این زد و خورد عقاید راجع به ایران، دست برنده با تعداد اکثریت نمایندگان مجلس کنگره و سنا
با مردم ایرانه، یعنی به نفع مردم ایرانه. منظورمه به خاطر اینی که گفتن از رژیم فاصله بگیریم، ایران اتمی رو نداشته باشیم و ایران یک جمهوری میخواد، که برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی تامین کننده آینده خوب برای ایران خواهد، و اسم مریم رجوی رو اونجا آوردن. خب همه اینا باعث میشه که از یه طرف همین که گفتم به اصطلاح درخشش استقلال قدرت بی‌نظیر یک مقاومتیه که رو به جلوه و کار سختی داره. رژیم هم واکنش زیادی نشون داده بود نسبت به این گرد همایی خانم دشتی، البته همیشه نشون میده، ولی این دفعه به خاطر حضور نخست وزیر فعلی اسلوانی، نخست وزیر سوئد هم فکر کنم شرکت داشت، درست میگم؟ بله بله. خیلی خیلی واقعا جریتر از همیشه بود و یکی از مقامات سفارت اسلوانی رو احضار کرده بود و خبرنگار صدا و سیماش رو فرستاده بود در سفارت اسلوانی و خانم سفیر رو نزدیک بود کلافه کنه. من خیلی خوشم اومد از این قسمت که بهش میگفت که من همینجا خواهم ایستاد تا شما جواب بدین به من، خبرنگار رژیم بهش میگفت، و اون خانمم جواب داد پس باید اینجا خیلی زیاد بمونی. فکر کنم مصادف همین است که اینقدر اینجا باش تا علف زیر پاد سبز شه. خیلی جالب بود به نظرم. فقط تصحیح کنم، سوئد یکی از کشورهایی هستش که بارها بارها به عنوان یکی از میانجی ها و یا به هر حال حیات خلوت یا مذاکرات پنهانی آمریکا و رژیم شناخته شده. حضور نخست وزیر سابق سوئد، این نخست وزیری که شرکت کرد، نخست وزیر سابق سوئد، بله 8 سال نخست وزیر بوده، و این بازم میگم یعنی توی صحنه بین المللی یک واقعیت رو داره نشون میده که باید یک چرخشی تو سیاست انجام بگیره. این چرخش همونجور که گفتم بخش زیادیش رو که نمایندگان مردم هستن حرف خودشون رو زدن. حالا باید ببینیم، متاسفانه یک جامعه زندگی میکنیم که سرمایه‌داریه، یه عده حرف اونا رو میزنن، چون واقعیت اگر که نگاه کنیم کتاب آقای محدثین بنیادگرایی اسلامی تهدید صلح جهانی سال 1992 فکر میکنم اومده بیرون، فتوای خمینی برای قتل عام سال 67 اومده بیرون، یعنی سند دارم میگم بحثم سنده، درست، برای جامعه جهانی، یعنی سند نوشته شده اومده بیرون. فتوای قتل سلمان رشدی سال 69 فکر میکنم 69 یا 70 بود اومده بیرون، تعلل در مقابل تمامی این سندهایی که بوده. ببینین فقط یه مسئله رو اگر یادمون نره که رژیم چقدر پیچیده عمل کرده، چلبی رو حتما یادتون هست. بله بله. داستان چلبی جاسوس رژیم بود، حرفای رژیم رو به آمریکا میزد که از صدام یه دیو ساخته بودن که صدام اینه 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 اتمی داره، و بعد حالا چلبی اصلا نمیدونم چی شد، مرد چی شد. ببین چه بازی کرده بود که در اون دوران صدام برای اینکه هواپیماهاشو حفظ کنه هواپیماها رو فرستاد ایران. درست. پیچیدگی هایی که خب این مبارزه داره و دروغ هایی که این گفته، یعنی اصلا هیچ جایی نیستش. خب به هر حال دستش رو شده، جامعه بین المللی چشمش رو برای قتل عام 67 روی هم گذاشت، چشمش رو روی تظاهرات خیلی زیادی شد، اولش برای نمیدونم حمایت سلمان رشدی، بعدش اصلا خاموش شد این جریان. حتی توی خود سوئد چند نفر از اون، چون انجمن فرهنگ سوئد یا فرهنگستان سوئد به خاطر اعتراض به بیعملی اومدن بیرون از توی فرهنگستان سوئد. میخوام بگم که این پشت سر هم، حالا حمله به اشرف، حمله به لیبرتی، دستگیری مریم رجوی، اسم سازمان توی لیست تروریستی، همه اینا رو هم بذاری خب سکوت کردن، چون همه داستان داستان سیاسی بود، سکوت کردن. و در مقابل این سکوت چی بها رو داد؟ مردم ایران. پریروز من دیدم توی فضای مجازی که یک مادر تازه اومده گفته پسر منم توی آبان شهید شد، رضا شیردل نامی. خب این موقع که شما با این آدمای قاتل سر میز مذاکره میشینی، یعنی چشم برهم گذاشتی. این جامعه جهانی اینجوری نیستش که هر کسی بخواد، اون موقع میگفتن غرب وحشی نیست که، اون مسئولیت داری شما در مقابل هم. خب این مسئولیت رو توی این جلسه سخنران ها یادآوری کردن و خوشبختانه نماینده های مجلسی هم بودن، به خصوص آمریکا، چون آمریکا
میگم یک وزنه سنگینی است که به دولت خودش یادآوری کنه که ما هستیم و نمیذاریم که این قرارداد بسته بشه. کار اصلی رو که باید بکنه مردم ایران، پیامش رو که داد به جامعه جهانی، قانون شورشی به مثابه اینی که این رژیم به هیچ عنوان قدرت رو به آسونی نخواهد داد. دیدیم با مردم چیکار، اووردن رئیسی، اووردن اژه‌ای دیگه همشون قاتل هست، قاتل و گوشخار و گوشتخار و خونخار و قالیباف دیگه. از سخنرانیاش میگفتش که من چماق زن بودم. بله خودشون میگن چماق میزدن به مسعود رجوی و هواداراش. خود رئیسی میگه من باید افتخار کنم، به من باید جایزه حقوق بشر بدن. خب ما در مقابل اینا هستیم. یه خبرنگار سعودی بود خیلی سال پیش، فکر میکنم همون 94-95 میلادی دارم میگم، گفت که رژیم ایران هوای بد نیست که با باد بره. و به نظر من این خیلی مهمه که ما هم اینو بفهمیم. و اونایی که فکر میکنن، بازم میگم سر این که آدم بگی که اون موقع بحث سر این بودش که جمهوری اسلامی پاسخگو هست یا نه، الان بحث اصلا سر این نیست. بحث سر اینی که آیا این کاری که من میکنم به سرنگونی کمک میکنه یا نمیکنه. با این سوال ساده، اگر که نمیدونم اعتصاب کمک میکنه، بله کمک میکنه. اگر اینه کمک میکنه، بله کمک میکنه. و یه نکترم بگم، تمام این کارهای سیاسی و مشروعیت دادن به مبارزه برای سرنگونی، خون مردم ایران رو پسنداز میکنه. کمتر از مردم ایران خون میریزه، چون مشروعیت رژیم رو ازش میگیره. برخلاف اونایی که میگن ما میخوایم مبارزه ما نمیدونم خشونت آمیز نباشه، این خشونت از طرف رژیم اعمال میشه. تمام کارهای سیاسی در طول این سالها، موقعی که مشروعیت مبارزه رو کسب کنی برای سرنگونی، طبعا از مردم خون کمتر ریخته میشه. نه اینکه هر روز مردم اینجوری توی کرونا کشته بشن، حتی کفن نداشته باشن. الان همین روزا توی سیستان و بلوچستان واقعا کرونا، یعنی بیمارا رو دیگه از بیمارستان اصلا نمیپذیرن، قبرستونا نمیتونن آدم کسی که کشته شدن رو خاک کنن. خب رو تمام اینا ما بیایم بشیم بگیم که من متاسفم که اینجوری میشه، یا مثل خانم شیرین عبادی باید صبر کرد و دید چه شد، رژیم نمیتواند ادامه دهد. خب این جملاتی که میگی فقط همین سوال ساده است. جلو خودتون بذاره، هر ایرانی جلو خودش بذاره، کمک میکنه یا نمیکنه؟ بعد وظیفه من به عنوان کسی که اینجا نشستم سنگین تر میشه دیگه. بعد کمک کنم، هر چقدر که من بیشتر فعالیت کنم، خونی که از مردم ایران ریخته میشه کمتره. به خاطر اینکه تو جامعه جهانی شما نمیتونی فردا تانک و توپ بیاری تو خیابون مردم رو بکشی. درست خانم دشتی، حالا در رابطه با این گرده همایی، به هر حال این گرده همایی خب اگه بخواد سوال شما رو جواب بده به سرنگونی رژیم مطمئنا کمک میکنه، ولی الان باید چه کار کرد؟ خب بعد از این گرده همایی چه کار باید بکنه؟ مثلا به عنوان فرد، به عنوان فرد، منی که خارج از کشورم که صدای مردم ایران باید باشم، این صدا رو توی مطبوعات، توی ادامه کار با کسانی که سیاستمدار هستن، اینا رو باید ادامه بدیم. دو تا، یا مطبوعات هست و کار سیاسی که میکنیم. دو، و شاید مهمتر، کمک رسوندن به کانونهای شورشیه. یعنی کمک رسوندن به کانونهای شورشی که ما که نمیتونیم چیز کنیم. بله، چطور میشه کمک کرد به اونا؟ مالی. بابا کسی که میره دیگه نمیتونه بره سر کار که. اونو بادشو باید تامین کنه. یعنی من تصور اینه که میبینم که اون فدایی که اون میکنه، اون گذشتی که اون میکنه، مبارزه‌ای که میکنه در قیمت نمیگنجه. ولی خب غذا میخواد. بله. اجاره خونه میخواد. امورات زندگیش باید بگذره. خب اینا رو باید کی تامین کنه؟ خب این وظیفه ما هست که بتونیم هر چقدر بیشتر این شعله رو فروزان و فروزنده تر کنیم. وگرنه بازم میگم، یعنی مشروعیت موندن ما تو خارج از کشور، من از خودم بگم، من بیشتر برای این که صدای مردم باشم. مثلا یه دختر خانومی بود میگه من دانشجو هستم، خسته شدم از این زندگی و انتخاب کردم که اینو تغییر بدم. واقعیت موقعی که آدم میبینه کسانی که اوائل عمرشون هستن، اوائل جوانیشون هستن، اینجوری پا به میدون میذارن و وارد میدون میشن، خب اگر ما کمکشون، و این کمک کردن منظورم این نیستش که آدم فکر کنه صدقه میده، وظیفه شه.
به خاطر اینکه تمامی مقاومت هایی که در دنیا شده، تمامی مبارزاتی که در دنیا شده، یه عده بودن از نظر مالی اینا رو تأمین می کردن. از فرانسه بگیر، از نمیدونم ویتنام بگیر، از نمیدونم آفریقای جنوبی بگیر، از همه جای دنیا کمک میکردن. آقا این کمک منظورم به اسم صدقه نیست، به اسم وظیفه است. خب ما هم الان باید این کارو بکنیم. خونی میدادن، زندگی میدادن، نمیدونم همون دوره هیتلرم. خب متاسفانه مال ایران یکم طولانی تر شده، ولی برای اونی که الان 18 سالشه اول زندگیشه، آینده اون چی میشه؟ الان یک سوم، دو سوم مردم ایران توی جمهوری اسلامی به دنیا آمدن، هیچ چیز دیگه ندیدن. نباید بذاریم آینده اینا دوباره در حسرت گذشته که به سر نمیتونیم ببریم. حسرت گذشته رو رژیم داره تبلیغ میکنه، حسرت گذشته وجود نداره. حسرت گذشته برای من امام زمانیه، یعنی یکی دیگه بیاد درست کنه، این حسرت گذشته است. ولی من موقعی که میبینم کانون دختر، مثلا دختر خانم گفت من دانشجو هستم، یا خیلی دیگه شون جوان بودن، میگم خب آینده مال جووناست دیگه. اینا نباید که دوباره زندان، دوباره شکنجه، دوباره دستگیری، دوباره چقدر. خب باید به این نقطه پایانی برسه دیگه. حالا هر کی که میخواد این دوره رو طولانی تر کنه، واقعا من نمیدونم چجوری چه فکری میکنه، چون بحثای اصلاح طلبای ملوی ما باید تاجزاده، ما باید در پی برنامه ریزی یک انتخابات آزاد باشیم برای که برای 4 سال آینده. یعنی واقعا خجالت نمیکشه آقای تاجزاده تو این حکومت و انتخابات و اونم آزاد. آره تازه آزاد بشه که کی توش در بیاد، که تو بیای از توش بیرون یا یه شکنجهگر دیگه ای مثل تیپ، نمیدونم کدومشون رو بگم چون همشون این سابقه رو دارن، خود روحانی مثلا. یعنی اون انتخابات آزاد بود؟ شما فکر میکنین تحمل موسوی رو شما نداشتین که دنبال دوران طلایی امام بود؟ یک قول انتخاباتی که روحانی گفتش که قول انتخاباتیش بود حس را بردارد، بر نداشت، نتونست. حالا شما فکر میکنین مثلا آقای نمیدونم چجوری بگم، خب بذار همه مردم ایران الان خوب میفهمن که طرف حسابشون کیه. بس کنید اصلاح طلبا، برید گورتو اونو گم کنید. این واقعا به هر کسی که هنوز تا هنوز در پی این هستش که مردم رو فریب بده، باید بشه گورتون رو گم کنید. مردم ایران 96 بهتون جواب دادن. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. حالا شما این دارین پی میکشونید و واقعا عجیبه برای من. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، گفتین که این نایاکی ها حرف الان حرفشون چیه، گفتم حرف خامنه ای رو میزنن. ببینین الان همه اینا در خط خامنه ای هستن، از فرخ نگهدارش، از هر نایاکی یا هر کسی که تبلیغ رأی دادن کرد توی این دوران و رفت رأی داد، خط خامنه ای رو پیش میبره. خب اینم به هر حال میگم که کار سختیه، خیلی کار سختیه، چون در مقابل رژیمی هستیم که به هیچ عنوان حاضر نیست از قدرت مسالمت آمیز کنار بره، ولی خیلی راه روشنیه. دقیقا، امیدواریم که روشنایی رو تمام ایران رو در بر بگیره و ما شاهد سرنگونی رژیم باشیم بالاخره و دست به کار بشیم برای آبادانی کشورمون. حتما. ولی من اجازه بدین یک جمله خانم رجبی توی سخنرانیشون گفتن، یکی از این سخنرانی این 3 روز، فکر کنم روز اول بود، من چند جمله بخونم براتون که خیلی نظر من مهمه. حتما. خانم رجبی گفتن که ما در برابر هر کس یا هر حزب و گروهی که کار سرنگونی رژیم و برقراری آزادی در سر دارد سر فرود می آوریم و هرگز مصالح و منافع گروهی را بر آنچه بتواند ایران اسیر را زودتر به آزادی برساند ترجیح نداده و نمی دهیم. پس به اونایی میگم که میگن مجاهدین نمیخوان کسی دیگه مبارزه کنه، دیگه این حرف کسی هست که به عنوان رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت حرفش سنده، میگه که هر کس، حتی کس، حزب و گروه که کار سرنگونی رو در دستور کار خودش قرار بده، سر تعظیم فرود میاره. این گوی و این میدان سرنگونی رژیم. دقیقا. خانم دشتی خیلی ممنونم از وقتتون و از توضیحاتی که دادید. تا دفعه بعد که بعد من باز مزاحمتون میشم، اوقات خوبی داشته باشید. خیلی ممنون، قربان شما.
I'm not.